آقای رامر، از کتاباتون بگین برامون، اولین کتابتون کی چاپ شد و با چه موضوعی بود و چه کتابایی رو چاپ کردین؟ عرضم بزرگ تو، من خب سالها می نوشتم، همونطور که عرض کردم از سال 68 اولین کار من منتشر شد، اما اولین کتاب مستقل من سال 1384 منتشر شد با نام بریم خوشگذرونی، که خیلی هم استقبال خوبی شد خوشبختانه ازش و بلافاصله توقیف شد متاسفانه در ایران و چاپ دومش جمع شد و حالا دلیلش هم دقیقا نفهمیدم، اما بعد افسد شد و کنار خیابون میفروختن. تا همین امروز هم من گهگاهی کنار خیابون چاپ افسدش رو میخرم. بعد از اون چندین مجموعه داستان منتشر کردم و رمان، از جمله مجموعه داستان های ابر صورتی، مجموعه داستان بارون ساز و رمان های فریدون پسر فرانک و اخیرا هم رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضا است و مجموعه از فیلمنامه ها و کتاب های پژوهشی هم در طول این سال ها منتشر شده است. اتفاقا این کتاب آخرتون رو من وقتی اسمش رو شنیدم خیلی برام جالب بود. چه اسم جالبی انتخاب شده، چرا اسم همه مردهای تهران علیرضا است؟ برای این اسم من خیلی مشکل و مسئله داشتم. اولا که هیچ نامی غیر از این نمیتونستم روش بذارم، چون داستان در مورد زنی است به نام پریسا که نام شوهرش علیرضا است و موفق میشه در یک شرایط بسیار ناامید کننده این علیرضا رو تبدیل به دو نفر بکنه و بعد سه نفر و تکثیرش کنه به نوعی و نسخه های متعددی از علیرضا بسازه و بعد یه روز متوجه میشه که تهران پر از علیرضا شد. داستان شاید این چیزی که تعریف میکنم به نظر سورئال و شگفت بیاد، اما داستان خیلی خیلی طبیعی، خیلی رئال و کاملا واقعی اتفاق میفته در همین تهرانی که میشناسیم با همین آدمهایی که میشناسیم و جز این نام دیگه نمیتونست داشته باشه. البته این نام برای برخی یادآور رمانی از استاد داستان نویسی معاصر ایران جناب آقای عباس معروفی هم هست به نام نام تمام مردگان یحیاست، که برخی گفتن حالا شباهتی به این نام داره، که البته این نام هم عنوان شعری است از شادروان سپاندو که درباره کشته شدگان جنگ، بچه های کشته شده در جنگ شعر سروده، جنگ ایران و عراق. اما به هر حال من هم اشارهی به این نام ها داشتم چون همه این اشاره ها در داستان وجود داره، اما خود محتوای داستان، خود ماجرای داستان نامی غیر از این نمیتونست داشته باشه، چون درباره آدم هایی است که به نوعی متوجه میشن زندگیشون با مجموعه آدم های دیگه گره خورده و شاید تمام آدم هایی که در این جهان باهاشون روبرو میشن تصویری از خودشون باشن.